این را نوشته است مادر علم دیده. چند جوان ها را اگر یاد داشته باشین، از حساب عشق، از حساب دختربازی خودشان را به هلاکت رساندند. چندین دختری دیگر هم از حساب آن که این جوان او را در نکاح خود ندر آورد، وی هم خودش را به هلاکت رساندگی است. در همین شهر ما و شما یک حدیث را من برای شما الحال می خوانم، برای شخصانی که خودشان را با دست خودشان قتل میکنند. کان فی من قبلکم رجل به جرح فاخذ سکینا فحز بها یده فما رقا الدم حتى مات فقال الله بادرنی عبد بنفسی فحرمت علیه الجنه. پیغمبر خدا گفت که در امتهای پیشی، امتهایی که پیش از من گذشتند، یک نفری بود که یک جراحت در بدنش داشت، یک جراحت بود، یک زخم بود که وای غم می داد، دقت می داد، درد می کرد. این مرد به یک حالتی آمد که دیگر طاقت کرده نتانیست و کار در گرفت و همین شاهرگ هایی که وجود دارد که در بین دست ما و شما رگ های کلانی که هست، همین ها را میگه به کار برید تا که خونی او تیزتر براید و این مرد جانش از همین دنیا خلاص شود، از این درد خلاص شود. رسول اکرم گفتن وقتی که این مرد این عمل انجام داد، خداوند چی گفت؟ بادرنی عبدی فحرمت علیه الجنه، بنده من در حیات خودش رحم نکرد، بلکه خواست که پیش از مهلت از دنیا گذرد. از این خاطر من بر این گونه بنده ها جنت حرام گردانیدم. خداوند در قرآن در سوره نساء به ما و شما گوشزد میکند، خبر میدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. خداوند امر میکند، ای بندگان من، ای مردم، شما خودتان را به دست خودتان به قتل نرسانید، پروردگار شما برای شما رحیم و مهربان است. این امر الهی است که شما با دست خودتان خودتان را به قتل نرسانید. خدای شما با شما مهربان است. تو علکی یک جنایت صادر میکنی، امر پروردگار تا پایمال میکنی. خدا به تو میگوید خودت را به دست خودت قتل نکن، تو سخن پروردگار را قبول نمیسازی، بلکه خودت را به هلاکت میرسانی. از حساب چی؟ از حساب زندگی، از حساب مشکلات هایی که بالای شما می آید، از حساب دردی که شما را غم می دهد. باید انسان با صبر باشد، باید انسان با تحمل باشد، باید در هر یک مصیبتی که به سر او می آید، چه از جهت خانداری است، چه از جهت بیماری است، چه از جهت زندگی او پیدا می شود، باید وای از این مصیبت ها فرار نکند، باید نگریزد، باید بلکه در اینها صبر کند و خداوند همراه صابران است، او را خداوند اجر می دهد. اگر هر نفری را که این گونه زندگی های مشکل بالاش آید و وای خودش را به هلاکت رساند، پس این چی معنی پیدا می کند؟ امروز اکثریت مردم در مشقت از حسابی یا از زنداریش است یا از حساب فرزندهای ناخوبش است گرفتار هستند و اینها اگر دستی با قتل زنند، اینها همه در نزد پروردگار گناهکار می شوند.
کسی که اگر خواهد که پیش از مهلت، پیش از ساعت عجلش، یعنی با مرگ الهی نه بلکه با دست خودش، خودش را به قتل میرساند، خداوند بر او وعده دارد فحرمت علیه الجنه، من حرام گردانیدم آن جنت جاویدانی را، آن جنت پرناز و نعمت را برای این گونه بنده های ناشکر حرام گردانیدگی هستم. حیات این نعمت است. این نفس هایی که شما می کشید، این تنی صحتی که شما دارید، اینا یک نعمت کلانی هستند. شما برای اندک معامله های دنیایی وقتی دست به کشتار می زنید، دست با قتل می زنید، خودتان هلاک می کنید، شما یعنی نفرت از نعمت پروردگار کردید. از این خاطر در هر معامله، در هر مصیبت شما صبر کننده باشید. انشاءالله هر یک میگوید پایان شب سیاه سفید است. هر یک مشکلات با آسانی دارد. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. خداوند در قرآن میگوید هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. هر یک مشکلات برای خودش آسانی دارد. امروز اون معامله ای که بین زن داری، جنجالی که در عائلت داری، گفتی شاعر زندگی آینه بیش و کمیز، هر شب در آسمان ستاره نیست، در آسمان هر شب ستاره زار نیست. زندگی دوستان خدا را اگر ورق زنی چی مشکلات بالای اونها بود، چی عذابهای اونها داشتن، چی زبان درازی های از جانب زنها می شنیدن. لیکن عزیزان ما و شما دستی به کشتار نزدند، بلکه اونها صبر کردند. و جوانها، من برای شما چندین بار خبر دادم، عشق ورزی نکنید. عاقبت عشق به نهایت سیاهی کلانی دارد. شما به همه جنایت دست میزنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. در نماز خواندن سبحان ربی العظیم و سبحان ربی الاعلا را از 3 بار زیاد خواندن جایز است یا نه؟ ما و شما وقتی که رکوع میکنیم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یا سجده میریم سبحان ربی الاعلا، پاک هستی تو ای پروردگار ما، چی بزرگ هستی ای پروردگار ما. ما وقتی این کلمات ها را که یاد میکنیم، اینها را کمترین تسبیح 3 بار است. این اگر مبادای شخص ایمان باشد، برای قوم همین 3 بارش کفایت کننده است. چگونه پیغمبر خدا میگوید هر وقتایی که شما تنها گذار باشین، فلیتوول ما شاء، چند قدر دراز میگوی گفتن بگیر. 5 بار میگوی، 7 بار میگوی، 9 بار میگوی، 11 میگوی، 13 میگوی، یعنی عدد تاق تا چند باری را که سبحان ربی الاعلا میگوی، سبحان ربی العظیم میگوی، سر در سجده بیمان، در سجدگاه چی دعایی که میکنی کردن بگیر، چی درخواستی که داری در حالت همون پیشانی را در بالای جای نماز ماندن. پیغمبری خدا گفتن یک موضع اجابت دعاست. وقتی آدم پیشانیش در سجدگاه میماند، سبحان ربی الاعلا را انجام میدهد و باز دیگر مناجات ها و دیگر طلبات هاش را پیشنهاد میکند، خداوند و قبول میکند. اگر شما تنها گذار باشین، در حالت ایمان باشین، از 3 بار زیاد نکنین. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین.